خیمه نظام بزنن. سپاه پاسداران ستون این نظام. هر کی ایرانی هر کی میبینی سپاهی است. الان زمینی هم حتی نیست که ما روش پا بذاریم، همش گله. من نمیدونم الان خیلی ها ممکنه بگم وضعیت عادی، خب اگه این وضعیت عادی غیر عادی رو واسه ما تعریف کنن. الان شما سقف هم که حالا نشون داده باشن تا اینجا آب اومده، آب که فرونشست کرده، این گلی که مونده دیگه. جناب آقای رضوانی بحران مدیریت حل کنید. کمک‌های مردمی هست، بسیج هست، ارتش هست، سپاه هست، همه داوطلب به صورت جهادی اومده. مسئله اصلی بحران مدیریته. تا قبل از این شیرهای مستعمل به صورت زایاد دور ریخته میشد. با توجه به اینکه شیرآلات مقاوم به اسید توسط چند کشور اروپایی و آمریکایی تولید میشن، برای تامین این ولها با توجه به تحریم ها تصمیم گرفته شد که این شیرآلات در شرکت صنایع شیمیایی ایران احیا بشه. جمع‌آوری جمعه بازار حیوانات شهر. 15 تا هستن. از کدوم شهرستان؟ گنبه. از 500 تومن دارم تا 2 میلیون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. حمایت بیدریغ ملت از حامیان فدایی امت. فریاد حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به اقدام ضد ایرانی امریکا در خیابان‌های پایتخت تنین انداز شد. اقشار مختلف نمازگزاران نماز جمعه امروز تهران پس از فریضه نماز با حضور منسجم و یکپارچی خود در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران فریاد وحدت سر دادند و ضمن حمایت از فرزندان فداکار سبز پوش ایران اسلامی، تلاش مذبوحانه رئیس جمهور امریکا در توهین به سپاه پاسداران را محکوم کردند. شبه سبب خیر اگر خدا خواهد. توهین آمریکا بوده به سپاه. هممون سپاهی هستیم. اگر سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادی یعنی تمام ملت ما رو در لیست تروریستی قرار داده. ما پشت سپاهیم و اگر قرار باشه که سپاه تونشه یعنی به ما تونشه. من اومدم بگم یک سپاهی هم و دهن آمریکا میزنم. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگر سپاه نبود ایران هم نبود. آمریکا ثابت کنیم هممون سپاهی هستیم. اونا اومدن خیمه این نظام بزنن. سپاه پاسداران ستون این نظام. سپاه جاودانه دشمن ذلیل بمانه. تا نام پاکش برجاست دشمن ایران روسیه است. سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. ایران یک پارچه سپاهه. این پیام دارم که ما کل ملتمون سپاهی هستن. اگه سپاه تروریسته ما کلمون تروریست هستیم. اومدیم اینجا که به آمریکا ثابت کنیم که ما در کنار برادران سپاهیمون هممون از یک قشیم و تا آخرین قطره خونمون پای این تصمیم میمونیم. پاسداران همیشه در خدمت مردم بودن، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران سازندگی، و الان هم که سیل اومده میبینیم با امکاناتی که دارن در خدمت مردم عزیز هستن. این گوشه اتحاد و ارتباطی که به واسطه اشتباه آمریکا و ترامپ و سردمداران امپریالیست در واقع مشاهده میکنید، هر روز که از انقلاب اسلامی میگذره این اتحاد قویتر، منسجمتر، محکمتر و پایدارتر خواهد شد. امروز یک ایران سپاهی بود. مردم قدرشناسی کشورمون در سراسر ایران اسلامی امروز یک پارچه با مشتهای گره کرده و فریاد مرگ بر امریکا انزجار خودشون رو از اقدام ضد ایرانی و خصمانی رژیم امریکا در تروریستی خوندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند. حرفای شما بیهوده است و بیهوده میگویی و ما تا آخرین نفس پشت سپاه هستیم.
و ضد استکبار و سیاست های غلط اونه و ما در هر لحظه که نیاز باشه پشت سپاه مونیم و هر کدوممون یک شیرزن سپاهی هستیم. کار آمریکا توهین به قانون اساسی کشور ما و در حقیقت توهین به ملت ماست. من اومدم مشتی بزنم به دهن ترامپ و از دشمنان تشکر کنم که قدرت سپاه پاسداران رو به دنیا اعلام کرد. حمایتتون میگیم تا آخرین نفس باهاتون واسادیم. آمریکا بزرگترین تروریست و تروریست پرور جهان است. هر چی ایرانی هر که میبینی سپاهی است. همیشه از این یاوه‌گویی‌ها داشته، ولی اون چیزی که مهمه ملت عزیز ایران همیشه تو صحنه هستن. اومدیم به ترامپ بگیم خودش و اون نوکرای حلقه گوشش هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ادامه 23. اقدام قانونی ایران در برابر تصمیم غیرقانونی امریکا. وزیر خارجه در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل همه مسئولیت‌ها و عواقب خطرناک اقدام امریکا در تروریستی خوندن سپاه رو متوجه این کشور دونست. ظریف در این نامه با اشاره به اقدام متقابل ایران در تروریستی اعلام کردن فرماندهی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام در غرب آسیا و دولت امریکا به عنوان دولت حامی تروریسم تأکید کرده، اقدام خصمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزیر خارجه گفته سنتکام مسئولیت اجرای سیاست‌های تروریستی دولت امریکا علیه منطقه غرب آسیا را بر عهده دارد و در مواردی همچون حمله وحشیانه و آمدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته. نامه وزیر خارجه کشورمون به دبیر کل سازمان ملل قرار به زودی به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ثبت بشه. عضو شورای عالی امنیت ملی هم با اشاره به 40 سال دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی علل اقدام امریکا رو نقش سپاه در شکست برنامه‌های این کشور در ایران و منطقه دونست و گفت تروریسم و ناامنی دو روی یک سکه هستند که در سالهای اخیر امریکا در منطقه به وجود آورده. جلیلی به رئیس جمهور امریکا توصیه کرده نامه‌های التماس‌آمیز امریکا از ایران رو که قطعاً در بایگانی وزارت خارجه این کشور وجود داره رو بخونه. یک گروه تروریستی می‌دونیم که اگر بیان می‌شود که ما امریکا رو حامی تروریسم می‌دونیم یه بحث حالا مثلا شعاری نیست، مبتنی بر یه مستنداتی است که خود اونها هم بیان کردن. من توصیه‌ام به ترامپ اینه، به وزارت خارجه امریکا بگوید براش بیارن یادداشت‌های التماسی که امریکا از طریق سفارت سوئیس به ایران میداد. یه زمانی همون زمان من معاون اروپا امریکای وزارت خارجه بودم قبل از شورای عالی امنیت ملی. اینا مرتب به ما یادداشت میدادن و عاجزانه درخواست و کمک میکردن. خب این یادداشت‌ها رو براش یه طور بگم بخونه. سالا من یادم نامه‌هایی که رئیس وقت رژیم آمریکا مینوشت به مقام معظم رهبری، خب این نامه‌ها وجود داره در آقا نوشتن. بله تو نامه‌هایی مینوشت که بله ما کاملا حاکی از عجز اونها بود، حاکی از این که بله نمی‌شود اینجا انجام. میشه بگید درخواستاشون چیا بود؟ یعنی این که میگید حاکی از عجز بود یعنی چه چیزی رو از درخواست کردن؟ مثلا تو همون یادداشتایی که اونها میدادن این یادداشت‌ها موجوده، هم در وزارت خارجه امریکا هست، هم حتما در سفارت سوئیس هست که میداد، هم در اسناد ما موجوده که بله ما الان در یه باتلاقی گرفتار شدیم در عراق، شما کمک کنید. اندیشکده بروکینگز امریکا هم در پایگاهش هدف ترامپ از تروریستی نامیدن سپاه پاسداران رو نمایش ژست ظاهری همیشگی رئیس جمهور امریکا یعنی آتش و خشم دونست و به رئیس جمهور امریکا گوش زد کرده
ژست ها و حقه های هالیوودی رئیس جمهور امریکا شاید برای ترامپ مصرف داخلی داشته باشه، اما درباره ایران جواب نمیده. دفاع تمام قد خطیب نماز جمعه تهران از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آیت الله موحدی کرمانی که با لباس سپاه پشت تریبون نماز جمعه این هفته رفت، با انتقاد از اقدام رئیس جمهور امریکا در تهدید ارکان اقتدار نظام اسلامی گفت نفوذ معنوی و تأثیرگذار ایران در منطقه غرب آسیا علت اصلی تروریستی خوندن سپاه از سوی رژیم امریکاست، اما نتیجه کار احمقانه اونها افزایش انسجام، وحدت و همدلی مردم، مسئولان، نیروهای انقلاب و گروه‌های مختلف با هر گرایشی شده. ملت‌های منطقه ثابت شده که مادر تروریسم آمریکاست. آمریکا داعش را، النصره را، احرار شام را حمایت کرد. این سپاه پاسداران بود که مولود خبیث آمریکا در منطقه را به فلاکت انداخت و جلو تحقق اهداف آمریکا را در منطقه گرفت. لذا خیلی مضحک است که بگوییم آمریکا مخالف تروریسته و سپاه تروریسته. به خیال خام خود دنبال فروپاشی نظام از درون و تسلیم مردمه. همه با هر جرایشی در حمایت از سپاه بیانیه دادن. احمق ها نمی دونن همه ایران سپاه پاسداران است و همه ما پاسداران انقلاب هستیم. جزر و مد سیلاب در خوزستان. نبرد مردم با خشم کارون در جنوب کشور همچنان ادامه داره. خبرها از کنترل سیلاب در حاشیه‌های اهواز حکایت داره، اما در مناطق ایندو، ملاشیه، زردشت و کیانشهر همچنان حالت فوق‌العاده است. از خرمشهر و آبادان هم خبر میرسه با وجود مدیریت سیلاب خطر همچنان وجود داره. با این همه مردم از پا ننشستن و پا به پای نیروهای امدادی و نظامی سد شدن در برابر سیلاب. بچه ها همه دارن هماهنگی میکنن، هم غذا درست میکنن، بعضی ها گونی میارن. منطقه زیتون کارگری میشینیم و اومدیم اینجا کمک کنیم به دوستان، عزیزان. بیش از 2000 نفر بسیجی الان در این میدون داره تلاش میکنه تا انشالله آسیبی به مردم عزیز ما وارد نشه. در کنار مردم هستیم و مطمئن باشید تا زمانی که آرامش به این شهر اهواز، به مردم اهواز برگرده، ما در کنار این عزیزان هستیم. در مسافه با آب رفتن و دارن با آب می جنگن. الان هم زیر بارون با دست خالی با بیل. وظیفه مونه که بیاییم به مردم کمک کنیم. نمیذاریم و نخواهیم گذاشت یک قطره آب یک خانه رو از بین ببره. پلیس هم بنا به وظیفه در این اردوگاه مستقر، یعنی جهت ایجاد امنیت مردم شریف خوزستان حضور دارن که مشکل خاصی پیش نیاد. بعضی از نقاطی رو که تخلیه کردن، چه روستاها، چه حالا بعضن شاید شهر هم حاشیهش بخواد تخلیه بشه، باز هم اونجا ما نیرو مستقر کردیم، حضور فعال دارن. حتی اونجا که آب گرفتگی داشته، خب با قایق داریم گشت زنی میکنیم، از طریق پهباد داریم کنترل میکنیم، مرز هامونو داریم از طریق پهباد کنترل میکنیم. اینا شما بدونیم وضعیت امنیتی به حمد الله خوبه و همه تلاشمون بر این هست که مردم عزیزمون راضی باشن. وزیر نفت هم که به خوزستان رفته میگه وضع پالایشگاه ها و چاهای نفت استان خوبه و تولید نفت روال عادیش رو میگذرونه. زنگنه این رو هم گفت که در بعضی مناطق برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی احتمالی برخی چاها بسته شده، اما انتقال نفت از مناطق نفتخیز جنوب به پالایشگاه‌ها در جریانه. وزیر نفت حرف و حدیث‌ها درباره ممانعت از ورود آب به هور رو هم تکذیب کرد. ما جلوگیری کردیم و نفت از اینکه آب وارد هور بشه به خاطر اینکه تأسیسات ما حفظ بشه، این رو هم دیگه قبلا هم من گفتم، یه دروغ بزرگه که توسط دشمنان ملت ایران نشر داده میشه و کار حرف کاملا دروغیه. الان فیلم هایی که گرفته شده و هر کس هم بخواد میتونه بازدید بکنه، تقریبا تمام تأسیسات نفتی ما اونجا در آب هست. اما پل دختر پای در گل ایستاده در دامن زاگرس، آنچه میبینیم حماسه ایثار و جهاد است. اینجا فقط کار و تلاش، آن هم از جنس مهربانی و همدردی است. همه آمدند.
دردها را با هم تقسیم کردند و دستگیر همند. سیل ایران نه تنها همدلی و برادری در داخل کشور را به اوج رسوند، بلکه همراهی سایر کشورهای دوست را هم به رخ کشید. کمک‌های پاکستان و عراق زودتر از کمک‌های دیگه به دست مردم آسیب دیده رسیده. یک خبر به ما از پاکستان اومد و از اون خیلی چیزا هستن برای کمک مردم این منطقه خوزستان. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یه بانواعها مع الشفلات والحفارات، ردا للجميل للجمهورية الإسلامية فيما قامت فيه في حربنا مع الدواعش، وهذا أقل شيء نرده للجمهورية الإسلامية. از گلستان هم خبر میرسه. با فروکش کردن سیلاب، شور زندگی دوباره به شهر برگشته و همه در تلاش هستند تا زندگی به روال قبلش برگرده. یواش یواش دارن برمیگردن دیگه. ببین خونه ها را تمام تمیز دارن میکنن. خوبه ها فروکش کرده. از مسئولین متشکرم که راه و جاده رو همین اینا رو باز کردن. بیش از 8500 متر مکعب گلولای بستر رودخونه رو ما تا به حال برداشت کردیم با لایرو به کاتر ساکشن و دو دستگاه بیل مکانیکی. بچه های ما و بچه های ارتش بیلا رو بردن این طرف، سه چهار شبانه روز یک سره کار کردن. تقریبا 5 روز طول کشید که ما توانستیم ارتباط بین ورودی به تالاب رو و دریا رو متصل بکنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای ارزیابی خسارت ها به ایلام رفته، گفته سیلاب های اخیر تا الان 2000 میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنعتی وارد کرده که دولت در تلاش اون رو جبران کنه. ما 25 شهرک صنعتیمون دچار آب گرفتگی شده تو کل کشور. این البته منهای خوزستانه که هنوز آمارش کامل، خب چون هنوز درگیرن، لحاظ نشده، به تب روزهای آینده تکمیل میشه. ما حدود 300 تا واحد صنعتیمون آسیب دیدن و حدود 9000 تا واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت از 10-20% تا حتی بعضاً 90-100% هم شده. اما بشنوید از موج جدید بارندگی که از فردا وارد کشور میشه. سازمان هواشناسی با اشاره به موج جدید بارندگی درباره آب گرفتگی و وقوع سیلاب احتمالی هشدار داده. بارش ها از فردا در هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، خراسان جنوبی و یزد شدیدتر میشه. در سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد علاوه بر اقدامات لازم، به مردم درباره حضور در اطراف رودخانه ها و مسیل ها هشدار داده شده. سکانسی جدید از ساخت ایران، این بار شیرالات مقاوم به اسید مقاومتشون رو در برابر مهندسای ایرانی از دست دادن. با توجه به اینکه شیرالات مقاوم به اسید توسط چند کشور اروپایی و آمریکایی تولید میشن، برای تامین این ولوها با توجه به تحریم ها مشکلات زیادی داشتیم. تصمیم گرفته شد که این شیرالات در شرکت صنایع شیمیایی ایران احیا بشه. تا قبل از این شیرهای مستعمل به صورت ضایعات دور ریخته میشد. در این فرآیند تعمیراتی ما اومدیم ابتدا ولو فرد مونتاژ کردیم و سپس جوشکاری و تراشکاری برای روشن انجام دادیم و پس از مونتاژ مجدد و پس از تست و اخذ سرتیفیکیت ها و مجوزهای بین المللی اونها را به خط تولید بازگردوندیم. افزایش کیفیت این ولف ها نسبت به نمونه خارجی، مقاومت به اسید حداقل 5 سال و توانایی تعمیرات این ولف ها در سایزهای مختلف از ویژگی های کاری که ما انجام دادیم. سیاهه طلای سیاه از 97 جامون بودجه خودش رو به ماه اول 98 رسوند. رئیس برنامه و بودجه از پرداخت 586 میلیارد تومان به آموزش و پرورش، 1977 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 959 میلیارد تومان به دانشگاه ها خبر داد. نوبخت گفته چون در آخرین روزهای سال 97 مبالغ قطعی نفت فروخته شده به خزانه واریز نشده بود، مجبور شدیم برخی از تخصیص‌های بودجه‌ای صادر شده رو لغو کنیم تا بتونیم منابع رو با اولویت بپردازیم. رئیس برنامه و بودجه گفته پرداخت 2100 میلیارد تومان دیگه هم به دستگاه‌های زیرربط این هفته انجام میشه. افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بیمه. بیمه مرکزی حق بیمه شخص ثالث خودروها رو برای سال 98 اعلام کرد که بر اساس اون حق بیمه خودروهای سواری بین 1,100,000 تا 1,750,000 تومان قیمت خورده. ابلاغیه‌ای که قیمت خودروها رو بالا برد
با این حساب خریدارای پراید صفر از نمایندگی باید 380 هزار تومان و خریدارای 206 ایران خودرو هم 440 هزار تومان دیگه برای دریافت بیمه نامه باید پرداخت کنند. و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در جمعه بازار غیر مجاز حیوانات. جمع‌آوری جمعه بازار حیوانات شهر، بازاری غیر قانونی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در حاشیه اتوبان آزادگان درست روبروی باغ پرندگان یافت میشد، امروز جمع‌آوری گردید. بفرمایید اینا چیه؟ اینا قناریه، جوجه داره، تخمم داره. ما مرغ داریم. چند تاست؟ 4 تا. قیمتش چنده؟ ما اینا رو خریدیم 50 تومن دونه. آقا بفرمایید چیه این؟ این کبوتر خانم. دونه چند خریدین؟ اینا 200 تومن خریدن خانم. دونه 200,000 تومن؟ نه، همش 200 تومن خریدن. 15 تا هستن. از کدوم شهر هستن؟ گنبه. دونه چند خریدین؟ اینا نخریدم، آوردم بفروشم. دونه چند می‌فروشین؟ در این بین سودجویان با جمع شدن بساطشان هنوز به دنبال چاره ای بودن. کاسب کجایین؟ ما کاسبمون برای باغ پرندگانیم، سگ میفروشیم. حالا الان مامور اومده جمع کردن، نمیذارن کاسبی کنیم. از 500 تومن دارم تا 2 میلیون. ایجاد این بازار غیر مجاز علاوه بر خرید و فروش قاچاق حیات وحش، مشکلات دیگری نیز به دنبال داشت. به واسطه اینکه ذیل غرب اتوبان آزادگان واقع شده تو حوزه استحفاظی اسلام شهر و ما نظارتی نداشتیم، یه بازار غیر مجاز از فروش پرندگان شکل گرفت و توی سالهای قبل ما می‌دیدیم که انواع پرندگان و حیوانات غیر مجاز رو خرادی فروش میکردن. با جمع‌آوری این مکان، جولان سودجویان و کسانی که چوب حراج به جان حیات وحش کشور انداخته بودند از بین خواهد رفت. سیل آمد خانه ها رو برد، اما سیل مردمی امید آورد. این بار بدون تعارف پای درد دل مردم پل دختر نشستیم و اونها از مشکلاتشون گفتن، از خواسته هاشون، و البته گفتن که سپاسگزار اونهایی هستن که تنهاشون نذاشتن. سلام، این هفته هم برنامه بدون تعارف رو به یکی دیگه از مناطق سیل زده کشورمون آوردیم. اینجا پل دختر در استان لرستان. بدون هیچ توضیح خاصی ببینید که این سیل ویرانگر چه به روز خونه و زندگی این مردم دوست داشتنی آورده. دوشنبه 12 فروردین ماه 1398 با توجه به بارندگی 48 ساعت گذشته در این شهرستان و طغیان رودخانه کشکان باعث شد که دو سوم شهر پلدختر که حدود 5000 واحد مسکونی در ضلع غربی شهر پلدختر هست رو زیر آب قرار بده. داشتم به بچه‌ها میگفتم انگار زلزله چند ریشتری اومده ویرون کرده سیل. واقعیتش اینه شاید بگیم زلزله هم خیلی بهتر بود، چون الان زمینی هم حتی نیست که ما روش پا بذاریم، همش گله. من نمیدونم الان خیلی ها ممکنه بگم وضعیت عادی، خب اگه این وضعیت عادی غیر عادی رو واسه ما تعریف کنن. مادر خیلی تو فکری، نبینم انقدر قصه داشته باشه. چه کار کنم، نمیتونم هیچی. بعد 40 سال بابام قرض خونه رینی وسط درست میشه. الان میخواستیم نفس راحتیم که شما زیر قرض ما.
هیچی نمونده برام، امید دیگه نیست. خونتون کدوم بوده؟ همین. این مثلا فرشه؟ آره مثلا این فرشه، او فرشه، این فرشه مثلا اصلا معلوم نیست زیر گل. اینجا دیگه فکر کنم ته دیگه این خیابونه، از اینجا میره تا او آخر بعد دور میزنه، یه هم کوچه کامل تخریب شده. این خونه ها رو کنده اصلا برده؟ کامل تخریب کرده. آره اینجا خونه بوده کامل تخریب شده. اینجا دیگه اصلا فکر کنم بس تعمیر نداره، اینجا دیگه نابود شده اصلا. از نظر کارشناسا میگن اینجا دیگه نمیشه منزل مسکونی ساخته بشه، که باید کامل تخریب بشه. اینجا همه اسباب اساسیاشون هم رفت. آره آره آره، آب برد اصلا، کلا اینجا دریا بود. فقط نگاه کنید تصویر منازل این منطقه رو، اصلا احتیاج به حرف زدن نیست. این خونه زندگی مردمه. حیات رو ببین، یک متر، یک متر آب تو کف حیاته. تمام اتاقا خالی شده. این گلای توی خونه هاست. اصلا پادر نمیاد. حجم گل همین بود، کمتر بود بیشتر. نه حجم گل که خیلی بیشتر بود، تا خود سقف اینجا گل بود. البته خدا خیرشون بده، نیروهای جهادی همه دست به دست هم دادن، سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای مردمی دارن کمک میکنن به مردم. اومدیم اینجا داریم گلا رو در میاریم، بعد به نظر من در آوردن گلا هیچ فایده ای نداره. این خونه همش باید تخریب بشه، تا سقف که دوربین بندازین رفته زیر آب. خونه زندگی مردم 1.5 متر گل الان نشسته. الان شما سقف هم که حالا نشون داده باشن، تا اینجا آب اومده، آب که فرو نشست کرده، این گلی که مونده دیگه. خانم الان وضعیت چجوری؟ چیزامون همه داغون شدن، زیر گل و لای رفتن، هرچی به بیرون نمیان. بچه هم دارن کمک میکنن که چیزا رو در بیاریم. لباسشوییه، اونا همه لوازم داخلشون اصلا نمیشه در بیاریم. اینا هم خب کابینت هم پر لوازم، اتاق فکر کنم دید که اونا تا کمر تو گله دیگه. موتور نمیده. آره دیگه، نظامه نظامیه. بالاخره با کسی که مظلوم بود بالاخره اینجوریه بوده، اول تا آخر بوده. حالا از این به بعد هم باشه انشالله. انشالله کامل، یعنی این خونه مثلا الان تخریب شده؟ این خونه کامل با من اساسیه و همه جه، حتی طوری بوده فرصت ای که وسایلشون رو جمع کنن هم نداشتن. تمام خدا نگاه اصلا دکورشو بود. اینا منازل مسکونی بوده، یعنی ما فرصت تو مایه های زلزله چند ریشتریه. زلزله هم اینجوری، زلزله زیر ساخت، بعضی از زیر ساخت ها رو حفظ میکنه، ولی سیلی که اومده اینجا تمام زیر ساخت ها، آب، برق، گاز، تلفن، همه چی رو از بین برده. سلام، خوبی؟ سلامت باشی. چند سالته؟ 3 سالم. 3 سالته؟ اینجا خونتون اینجا بوده؟ کجا بوده؟ اینجا بود، خراب شد. همینجا؟ همینجا که خراب شده؟ نمیشه، میری تو گل گیر میکنی. گیر میکنی؟ نه گیر میکنی، اگه بخوای بری تا اینا تا بالای چکمت گله، نمیتونی بیاری. الان درخواست شما چیه؟ به نظر من اگر میخوان کار کنن، چون من به عنوان یه معلم دست باید اینا جای دیگه براشون اسکان درست کنن. اینجا نمیشه واسه زندگی کردن. بستر رودخونه هزینه دولت بیاد 5 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد کنه، دوباره آب براش فایده ای نداره، چون الان دیگه ساحلی نداره دیگه این رودخونه. خوش اومدی. ان شاء الله که دیگه نبینیم چنین شرایطی. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. اونا که گل خالی، گل خالی، آره، ولی بیان کمک میکنن درستش میکنیم ان شاء الله. آره بچه ها ببین این فرششونه. نیروهای بسیجی که از سراسر ایران اومدن، ما دستبوسشونیم، ما ازشون ممنونیم. نیروهای سپاهی از روز اول کجا گل مشاهده میکنید؟ گل دقیقا این خط گل هستش، اینجا وجود داشتش که دوستان جهادی ما در سپاه و بسیج اینجا حضور پیدا کردن و این آب رو به کمک خود خانواده های عزیز خالی کردن.
جناب رضوان بحران مدیریت حل کنید. کمک‌های مردمی هست، بسیج هست، ارتش هست، سپاه هست، همه داوطلب به صورت جهادی اومد. مسئله اصلی بحران مدیریته. آقا اینجا دیگه جست و ترتمیزی و این چیزا نداریم دیگه، همه وسط، همه نوکر مردمیم. من تا اینجا الان من صرف کردم باید تا اینجا تو گل باشم. مردم هم خونه هاشون نگاه میکنین تا سقف خونه هاشون پر آبه. ما چیکار کردیم؟ ما هیچ کاری نکردیم. خسته نباشی. سلامت باشی. شما اینجا چیکار میکنین؟ در حال پخش غذا هستی. مؤسسه خیریه. بله خیریه. بعد چند روز اینجا ما الان 4 روز اینجا هستیم. تا کی قرار هست اینجا باشی؟ تا زمانی که نیاز داشته باشه مردم پل دختر در خدمتشون هستیم و اینا رو تنها نمیذاریم. آقای امینی نشون بده ما روزی چند تا غذا اینجا الان میدیم؟ 8500 تا هر وعده ما غذا میدیم. کمک های مردمی از کجاه؟ مال حلال عمره میدم به معتمد. یه مشکلی که هست میگن تقسیماتون خوب نیست دا. نه الان تا الان خوب نبوده، ولی این چند روز پیش که شروع کردن دفترچه دادن خب ببینم. یه معتمدم تعیین کردم، معتمد میاره پخش میکنه. خب الان شما چادر داری، پتو داری؟ آره او دوتان بام دادن و موکتی گرفت. خب گرفتی؟ آره تازه گرفتی بعدش؟ آره تازه گرفت. تو تلویزیون که دیدیم ماشاءالله ماشاءالله خیلی سر حرفتون خوبه، حرف قشنگ میزنی. حالا برو دیگه من حرفای ما رو به گوش مسئولین برسون. همینجا میگم همینجا هم دارم منعکس میکنم. برسونی مشکلات بذار من برات بگم راه حلشم بذارم چیکار. انشالله این داداشا اومدن از بزرگیشون، از عزیزیشون، از همه کمالشون، هر همه چیشون که اومده اینجا داره کمک میکنن، این شهر رو تمیز میکنن. تا زمانی که این پل دختر به گلستان تبدیل نشه از اینجا پامون رو بیرون نمیذاریم. در کلبه پل دختر رونق اگر نیست صفا هست. الان حدود یه هفته از پل دختر شده ایران، تمام ایرانی ها الان اینجان. واقعا پل دختر الان ایرانه. اتفاقا بعضی ها تو فضای مجازی چیزایی میگن که خیلی عصبانی ها مردم پل دختر، اصلا نمیشه رفت سمتش. نه ما از مردم ایران همهشون راضییم. منتها شایع شده اگه بری پل دختر ماشینتو میپوکنن تو هم، میزننت فلان، اصلا همچین چیزی نیست. بهترین شخصیت های اومدن اینجا دارن بیل میزنن. ما خجالت شدیم، خجل شدیم در برابر این همه عزیزان و بزرگوار که دارن کار میکنن. ما اصلا نمیدونیم چطور جوابشون رو بدیم. الان این روز درخواستتون چیه؟ مشکل اصلی چیه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ دولت کمک کنه خونه هایی که خراب شده، سیل خراب کرده، بازسازی بشن، چون مردم الان توان مالی ندارن. این خونه هم که ساختن آب برده، همش قرض قوله و وام و بدبختی بوده. درد دل مردم اینه، وقتی مسئولی میاد اینجا وعده میده دوست دارم عملی کنه که این مردم همه شاد بشن. همین. نه جایی دارن، نه چیزی، نه دشویی، نه چی، هیچی نداریم، نه آب، هیچی نداریم. شاید الان از روزی که مثلا این سیل اومده تا حالا هیچ کدوم حموم نرفتن. اگه میخوان ما رو شاد کنن با این 5 تومن و 10 تومن و 20 تومن کار ما چی راه نمیفته. یه وعده ای بدن که حداقل هر کدوم از اینا یه زمینی، خونه ای، یه چیزی بدن. شما اول من بگو شما اینجا تو چادر اسکان داری؟ تو چادر اسکان داریم. خونه‌مون 100 درصد. همه اینجا تو چادر اسکان داریم. شما اسباب اساسیات کامل؟ کامل رفته. ما همه کارگریم. من خودم اگه 10 سالم کارگری کنم نمیتونم یه تلویزیونم بگیرم. ما موقع فرار کردن خدا شده تا کمر تو آب بودیم. به زور تونستیم بچه‌ها و زن‌ها رو فقط بیاریم بیرون. پاورنه اومدیم بیرون. لباسایی که میبینید تن ما همه است، اینا لباس کهنه های مردمه که بهمون دادن. لباسای خودمون همه رو آب برده. اگه اینجوری که اومدن دارن بسیج میکنن، اون موقع می اومدن گفتن باید حتما اجناسمون رو حداقل از خونهامون ببریم بیرون. به خداوندی خدا ما هیچ کدوممون قاشقی از خونه هامون بیرون نبردیم. یعنی تمام خونه هامون قرض کردیم، وسایلشون رو قرض کردیم، همه کشاورزیم، بدبختیم، هیچی نداریم. از شما میخواییم که سلام ما رو به رهبر عزیزمون برسونید، بگید به خاطر خدا کمکمون کنید، به خاطر خدا به دادمون برسه. الان توی چادرها حتی مزرعه میخوام، ما دستشویی هم نداریم بریم، حداقل سرپناه خودمون میریم، وسایلش رو قرض میکنیم. تشکر میکنم از اینکه زحمت کشیدید، پا رو چشمون و سرمون گذاشتیم. وظیفه ساشون سلامت باشید. الان چند تا وام بدهکاریم، خب الان نداریم که قسط بدیم، بعد پیام میاد. من به عنوان فرماندار به شما عرض میکنم تحت هیچ شرایطی هیچ قسطی رو پرداخت نکنیم.
هیچ وامی رو پرداخت، نگران این موضوعات هم نباشین. سرپناه نارم داخل کوچه من تکلیف نان تکلیف مو چه نه؟ اینا باید خود آقای وزیر اعلام کردن، اینا یا برن خونه اجاره کنن، دولت اجاره باها میده. یعنی واقعا الان برن اجاره کنن میدید اجارهشون؟ بدون تردید، هیچ مشکلی نداره، هیچ محدودیتی هم وجود نداره. از اون قولهایی که یه ذره با تأخیره و وعده هایی که باید بدوید دنبالش تا اجرایشه، این مردم واقعا شرایطشون بده. باید خیلی این حجم بدبختی و این حجم خسارات رو ما انتظار داریم بدون سانسور پخش کنین تا ببینن، تا مردم ببینن، تا دولتی ها ببینن. دولتی ها باید ببینن، ببینن دیگه، ببینن. تا تصویری وجود نداشته باشه، تا گزارشی پخش نشه نمیتونن ببینن. ما دیدیم آقا، ببین آقای رضوانی، نه وایسا یه دقیقه، میگه ادوات هست دیگه، چند هزار تا بسیجی اومدن اینجا پای کار، ما بیل نداریم، کلنگ نداریم. میگه ادوات کامل کو، میخوایم بریم تو روستا، ادوات نداریم بریم اونجا. میگه همه تو شهره، روستایی‌ها دارن بدبخت میشن اونجا. آقای رضوانی، روستاهای ما جاده‌ای ندارن که آقایون برن. حجم خسارات آقای رضوانی فوق‌العاده بالاست، واقعا این با یه روز دو روز با ده روز درست نمیشه. این نهادها باید بیان اینجا، همه این هم مال این نظامه، مال این مملکته. این نیست که من بیام آقا دولت رو مقصر کنم. فرماندار بضاعتش این بوده، مردم نمردن. طرف خونش کنده شده رفته، یا اصلا نصف خونش ریخته، هیچی دیگه نداره. واقعا چشمش به دولته که کمکش کنن، نه با این رقم هایی که حالا گفته میشه 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون، اصلا جواب زندگی مرد. یه چیز حدود 13 14 هزار خونه تخریبیه، یعنی احداثیه. خونه ها من فکر کنم مشکل زیادی نداشته باشیم، از جای مختلف بتونیم کمک بکنیم، خونه ها رو انشالله برای همه بسازیم. اسباب لوازمش، اسباب لوازم من فکر کنم یکی از اون جاهاییست که خیلی ما مشکل داریم. البته من به مردم میتونم اطمینان بدم که درست هزینه هاشون خیلی بالاست و درست خسارت هاشون خیلی سنگینه، اما نظام و دولت حتما کنارشون هستن، ما حتما کنارشونیم و من امیدوارم به فضل خداوند که بخش عمده از این خسارات انشالله جبران خواهد شد. یعنی یه وعده یه که بعد دورو فراموش نه نه این من گفتم این عزمی که من میبینم اینجوری نیست و فضایی که الان وجود داره و پیگیری هایی که داره میشه انشالله حتما اجرایی خواهد شد. سلامت باشید، خیلی ممنون. ممنونم از نگاهاتون. هفته بسیار خوبی در پیش روی داشته باشید. شب خوش، تا فردا شب. خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ما را سخنهای رقیق، که به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل خاک تن آدم زدی.
وای از اون روزی که در درگاه تو ما در آییم از گناه پشت دوتو، نیست ما را غیر فضلت هیچ کس، ای کریم ظلمنم فریاد رس. خدایا با امید تو، خدایا در پناه تو. سلام کنم از سر شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم و ادامه بحث‌های پیشین هویت فرهنگی با موضوع خاص تاریخ علم. از جلسه پیش با تاریخ پزشکی، تاریخ علم در ساحت پزشکی آغاز کردیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به دانشگاه. ما میگوییم اون روزها مدرسه جندی شاپور بود، امروز میگوییم دانشگاه جندی شاپور، چون به همون مقدار بزرگ بود. خدمت استاد دکتر، استاد بزرگ و عزیز دکتر ولایتی هستیم و پیرامون همین موضوع تاریخ پزشکی در ساحت تاریخ علم با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، من به شما هم سلام میکنم. سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی و امیدوارم که همواره همچنان پرنشاط و لباتون پر از خنده باشه. یکی از افتخارات کشور ایران زمین و به قوله اشکانی ها ایران شهر، این ماجراهای جندی شاهپوره. انقدر این عظمت داره که من فکر میکنم حتی اگر ما به یه تاریخچه کوتاهی هم به پیشینه ساخت و ساز این دانشگاه و چگونه یه همچین مرکزی پا گرفت اشاره کنیم، بیموره نخواهد بود. در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی و همکاران عزیز، به خصوص حضرت عالی. باید عرض بکنم که جندی شاپور بدون تردید قدیمی ترین دانشگاه به معنای امروزینش در تاریخ بشر است. بیش از 1700 سال سابقه داره. در سال 271 میلادی که شاپور اول بر والریان امپراتور بیزانس پیروز شد، او را اسیر کرد و عده زیادی از رومی ها رو. کار عاقلانه ای که کرد این بود که گفت شما باید در اینجا شهری بسازید بهتر از انطاکیه. بنابراین جندی شاپور در اصل به این معناست که شهری بهتر از انطاکیه. این شهر تا خرابه هاش تا قرن ششم هفتم هجری بود. یعنی شما تصور کنید قرن سوم میلادی تا قرن هفتم میلادی که سال ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، و از اون سال تا می شود چهار قرن. هفت قرن هم بعدش 10 تا 11 قرن این شهر جندی شاپور برپا. نبرد اودسا یکی از مهمترین نبردهای ایران و روم باستان بود. شاپور اول نه تنها در این نبرد پیروز شد، بلکه موفق شد امپراتور روم را به همراه سناتورها و سربازهایشان به اسیری درآورد، که کتیبه مشهور نقش رستم روایتی ماندگار از این پیروزی بزرگ است. شاپور ساسانی دستور داد همه اسیران را به ایالت خوزستان ببرند تا سربازان و مهندسان رومی اقدام به ساختن سد، پل و دیگر کارهای عمرانی نمایند. یکی از مهمترین کارهایی که از والریان امپراتور اسیر شده رومی خواسته شد این بود که در منطقه خوزی‌ها شهری بهتر از انطاکیه که نماد دانش و پیشرفت در روم باستان بود بسازد. پادشاه ساسانی این شهر را به از اندیو شاپور، یعنی شهری بهتر از انطاکیه، نامید و با درایت و دانش پروری او به سرعت جندی شاپور تبدیل به اولین و مهمترین شهر دانشگاهی جهان شد. یعقوب لیث صفار برای اینکه به بغداد نزدیک بشود آمد پایتخت خودش را از زرنج
به جندی شاپور منتقل کرد و اینقدر این شهر استعداد داشت که توانست پایتخت یعقوب بشه، که یعقوب میخواست خلیفه رو از تخت، خلیفه ناقض یا قاسب عباسی رو از تخت به تخته تابوت بکشه. اومد نزدیک بغداد، در اونجا و هنوزم قبر یعقوب در دسفول هست. آقای تو یه نقطه کوچیک بخواستم بگم شیرینه. خلیفه پیام میده برای یعقوب.